سلام و صد درود خدمت همه شما عزیزان، امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه و ایام به کام. همین عزیزانی که از قبل در پیج بودن میدونن که من بعضی وقتا پستاری میذارم که خاطراتی از پروژه ها تعریف میکنم که نکاتی توش هستن که قطعا میتونه براتون مفید باشه، و دعوت میکنم از همه مهندسین عزیز که اگه دوست داشتن تجربیات اینچنینی رو با ما در میون بذارن یا اصلا خودشون ویدیو بگیرن ارسال کنم، من پست میکنم تا همه با هم علممون بالا بره. به هر حال بریم سراغ خاطرمون، خاطره که ترس کنم، تجربه کاریمون. توی یکی پروژه های کاندیشن مانیتورینگ بودیم که سیستم شینکاوای قدیمی رو با سیستم امرسون جدید جایگزین کردیم. سنسورها قرار شد همون سنسورهای قدیمی باشند ولی سیستم ارتعاش تعویض بشه، یعنی کارت‌های پردازش امرسون رو جایگزین بکنیم. به هر حال ما تمام این کارها رو انجام دادیم، کلی بررسی نقشه داشتیم، بررسی سیمکشی و اینجور چیزا داشتیم که خدا رو شکر به نحو احسن انجام شد. دستگاه رو استارت کردیم تا لرزش‌های اولیه رو مشاهده بکنیم. دیدیم که خدا رو شکر همه سیستم داره درست کار میکنه به غیر از 4 تا سنسور. توی این سیستم 2 سنسور استفاده شده بود. همین سنسور هم سنسورهای لرزش پوسته بودن که ولاسیتی رو اندازه میگرفتن. پیمانکارش هم ژاپنی بودن، یعنی کل ساختمون، کل سوله، کل کارخونه رو ژاپنیا کار کرده بودن که کارفرما هم خیلی اعتماد راسخی به ژاپنیا داشت، که خب قطعا هم درسته دیگه، ژاپنیا واقعا کارشون خوبه، تجهیزاتشون کیفیتش فوق العاده است. خلاصه حرفی توش نیست واقعا، ولی این رو میخوام بهتون بگم، وقتی ایرادی پیش میاد، وقتی یه مشکلی میاد، نگین که این سیستم آلمانیا کار کردن یا ژاپنیا کار کردن. حتما اگر کوچیکترین مشکلی هم به ذهنتون میرسه برید حتما تستش کنید و نتیجه رو بررسی کنید. واقعا دیدم که بعضی وقتا میتونه اینجور استدلالات هممونو میتونه به اشتباه بندازه. بریم بگم چرا این حرف رو دارم میزنم. دیدیم که 4 سنسور داره لرزش اشتباهی نشون میده، یعنی اگر به صورت معمولی باید لرزش 1 میلیمتر بر ثانیه یا 2 میلیمتر بر ثانیه رو نشون میداد، الان داریم 30-40 میلیمتر بر ثانیه داریم میبینیم، یعنی تعداد تریپ رو هم رد کرد. یعنی اگه چیزی به دی سی اس فست بشه دستگاه بدون درنگ تریپ میخوره. خدا رو شکر واحد ارتعاشات هم داشتن تو این کارخونه که ما رفتیم تمام اطلاعات قدیمی رو چک کردیم، دیدیم که همین کارت های شینکاوای قدیمی هم دقیقا همین مشکل رو داشتن و لرزش بالایی رو میدیدن. پس دیدیم که اینجا به این نتیجه رسیدیم که بس نمیتونه از کارت ها باشه، چون اون کارت ها هم همین دقیقا همین رنج رو میدید. اومدیم سیستم زمین رو بررسی کردیم، سیستم ارتینگ رو بررسی کردیم، شیلد ها رو بررسی کردیم، سیم کشی ها رو بررسی کردیم. خلاصه دیدیم سالمه و مشکلی نداشت. سری بعد سنسور ها رو جایگزین کردیم. جایگزین که چه ارز کنم، اومدیم سنسورهای اسپر پارتی که داشتن، اومدیم هم با یه کابل به نزدیک کارتمون وصل کردیم و با دستگاه تولید لرزشی که داشتیم لرزش تولید کردیم، دیدیم. و حتی از اون سر که نزدیک ماشین هم بود سنسور رو وصل کردیم و لرزش درست رو کاملا دیدیم. پس سیمکشی یا سیستم زمین مشکلی نداشت. نمونه سنسور، من اطلاعات قدیمی رو که چک کردم دیدم واحد ارتعاشات یه دستگاه پورتابل هم دارن که خودشون به صورت دوره‌ای میرن چک میکنن، لرزش ها رو یادداشت میکنن، که خیلی تونست کمکمون بکنه. دیدیم اینا وقتی با این سیستم پورتابل دارن اندازه میگیرن لرزش ها، لرزش داره 1 میلیمتر یا 2 میلیمتر بر ثانیه نهایتا داره نشون میده و با اون درست کار میکرد، مشکلی نداشت. رفتیم سراغ سنسور، تمام مدارک سنسورها رو دانلود کردیم و یکی یکی نشستیم چک کردیم. از اونجایی که ژاپنیا سیستم رو کار کرده بودن و در 2 مرحله سنسورها رو نصب کرده بودن، سنسورهای قدیمی با جدید فرق میکرد. دیتا شیت هر دو تا سنسور رو بررسی کردم و تنها تفاوتی که این سنسورها داشتن این بود که سنسور اول لرزش ها رو از 2 هرتز به بالا میدید، ولی سنسور دوم لرزش ها رو از 10 هرتز به بالا میدید. ببینید ما
البته توی موتورها معمولا هرتز بالاتری داریم، بعضی وقت گیر بوکس هم که گذاشته میشن چون انتقال سرعت انجام میدن هرتز بالاتری دارن، ولی خب معمولا توی جنراتورها که برق مصرفیمون 50 هرتز هستش، هم 50 هرتز یعنی 3000 RPM میچرخن که اگه تبدیلش کنیم به هرتز 50 هرتز میشن، ولی ما بعضی وقت توی توربو کامپرسورها توی موتورها سرعت‌های بالاتری رو داریم. به هر حال تفاوتش توی همین بود، اولی از رنج پایینش از 2 هرتز میدید، دومی از 10 هرتز میدید که شک کردم که شاید مشکل این باشه. و وقتی هم که با واحد ارتعاشاتشون صحبت کردم فهمیدم که این ماشین لرزش‌های زیر 10 هرتز هم داره و دیدم که این سنسور مناسب این لرزش نیست، یعنی سنسوری که لرزشش رو از 10 هرتز به بالا میدید زیر 10 هرتز لرزش هایی بودن که نمیتونست اندازه گیری بکنه و چون این قابلیت رو نداشت سیگنال اشتباه میفرستاد و از اون ور هم دستگاه لرزش اشتباهی رو نشون میداد. مشکل همین بود. راه حلش این بود که سنسورها باید عوض میشدن و از اونجایی هم که هیچ اسپر پارت دیگه هم نبود تو اون شرایط، کارفرما از ما خواست که یه راه حل دیگه ای بر جلوشون بذاری و از اونجایی هم که سیستم امرسون واقعا قدرتمنده، من یه فیلتر براشون گذاشتم و تمام لرزش هایی که زیر 10 هرتز می اومد رو فیلتر کردم و خدا رو شکر مشکل حل شد. حتی اگر کارفرمای قبلی ژاپنی هم بود، شما چکتون رو انجام بدید، شما اعتماد نکنید، شما بررسی خودتون رو هم انجام بدید، چون ممکنه کوچکترین جزئیات هم یه سری اطلاعات به شما بده. و سوالهایی که از کارفرما میپرسین، خیلی مهمه، خیلی سریعتر شما رو میتونه به نتیجه برسونه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. اگر تجربه‌ای داشتید که دوست داشتید با ما در میون بذارید، دریغ نکنید، ما اینجا دور هم جمع شدیم با هم صحبت کنیم، با هم تبادل اطلاعات بکنیم و در نهایت کنار هم رشد بکنیم. ممنونم، موفق و مؤید باشید.